بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس ابدهم آموزش زبان عربی قرار داریم. در این درس که به ادامه درس گذشته است درباره جمع تکثیر بیشتر می‌دانیم و چنانچه در این صفحه اول مشاهده می‌کنیم کلمات زیادی از جمع تکثیر در این جملات استفاده شده، از جمله ابواب، بیوت، نجوم، دروس، کتب، سرور، حمر، مکاتب، فنادق و به می ترتیب تا ای که بیشتر به قواعد جمع تکثیر و استعمال آن زیادتر آشنا شویم این درس چنین آغاز می کنیم. ابواب المسجد مفتوحتون، دروازه های مسجد باز است. گفتیم ابواب جمع باب است و ابواب جمع تکثیر است، پس صفت شام در ایجا مفتوحتون به صیغه مؤنث آمد. و اگر مفرد می بود می گفتیم که الباب مفتوحون. لمن هذه البیوت الجدیدتو، در این جمله هم متوجه میشیم که کلمه بیوت جمع تکثیر است و جمع تکثیر صفتش الجدیدتو. لمن هذه البیوت الجدیدتو، ای خانه های نو از کیست؟ جواب، هی لمدیر شرکتی، ای خانه ها مربوط مدیر شرکت است. و اگر بیت، اگر بیوت مفرد می بود می گفتیم که البیت جدیدون. النجوم جمیلتون، نجوم جمع نجم است و جمع تکثیر، پس صفت از او هم مؤنث می آید. النجوم جمیلتون. هذه الدروس سهلة، ای درس ها آسان است. چنانچه میبینیم که دروس جمع درس است و سهلة در ایجا علامه تأنیث داره. فی الهند لغات كثيرة، در هندوستان زبان های بسیار زیادی وجود دارد. میبینین که لغات مؤنث است، جمع مؤنث سالم و کثیرتون همچنان مؤنث است. این الکتب الجدیدتو، کتاب های نو کجاست؟ هی فی المکتبتی، این کتاب ها در کتابخانه است. و در اینجا هم کتب جمع کتاب است و جمع تکثیر، به این خاطر الجدیدتو مؤنث آمده. تلک السرور مکسورتون، ای تخت ها شکست است. الساعت الیابانیت رخیصتون، ساعت ژاپنی ارزان است. شما در متوجه ساعت شوین و رخیصتون، در ایجا الساعة مؤنث لفظی است، پس در ایجا هم رخیصتون مؤنث است. چنانچه در درس گذشته قواعد تذکیر و تأنیث گرفتیم. هذه الحمر، یعنی الحمیر، للفلاح. حمر بنام، یا حمر یعنی خر. ای خرها از کیست؟ از دهقان است. و چنانچه میبینین که حمر جمع حمار است
و حما و حمر جمع تکسیر است و جمع تکسیر علامش یا اشارش مؤنث می باشد، چنانچه در اینجا مشاهده می کنین که هذهی این کتب کن یا اخواتم، کتاب های شما در کجاست ای خواهرها؟ هی فی الفصل، ای کتاب ها در صنف است، چنانچه در ایجه میبینین که ضمیر و ضمیر مفرد مؤنث اشاره به چیست؟ به کتب. و کتب به خاطر از اینکه جمع تکثیر است علامه مؤنث میگیرد. هذه کتبی و تلک کتب اختی، در ایجا هم کتب جمع تکثیر است، کتبی و همچنان کتب. پس هذه مؤنث اشاره مؤنث است و تلک همچنان اشاره مؤنث است. هذه مکاتب الطلاب، و همچنان مکاتب جمع مکتب است و به معنای میز، این میزهای شاگرداست. و چنانچه میبینین هذهی فی هذا الشارع فنادق کبیرتون، در این خیابان هتل‌های بسیار زیادی وجود دارند. فنادق جمع فندق و فندق به معنای هتل، و چنانچه میبینید که کبیرتون صفت فنادق است. بعد از او به تمرین اول آغاز میکنیم. در ایجا میگوید که اجب عن الاسئله الاتیه، سوال های آتی را جواب بگوین. اين الكتب الجديده، کتاب های جدید در کجاست؟ شما میتونین که ایره در کارهای خانگیتان جوابهای از این تمرین بتین. لمن هذه البيوت الكبيره، ای خانه های بزرگ از کیست؟ ابواب السیاره مفتوحه، آیا دروازه های موتر باز است؟ اين اقلام المدرسه، قلم های استاد در کجاست؟ اين الكلاب، سگ ها در کجاست؟ اين الحمير، خرها در کجاست؟ اين كتبك يا مريم، اي مريم کتاب های تو در کجاست؟ اين دفاتر الطلاب، کتابچه های طلاب در کجاست؟ اين الفنادق الصغيره، هتل های خرد یا کوچک در کجاست؟ لمن هذه الاقلام الجديده، ای قلم های نو از کیست؟ بعد از او به تمرین دوم شروع میکنیم که میگه حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیه الى الجمع. شما در اینجا مبتدا را میبینین، یعنی ابتدای جمله، که میگه ای را از مفرد به جمع تبدیل بکنین. مثلا کلمه قلم اقلام میشه، نجم نجوم میشه، کتاب کتب میشه، بیت بیوت میشه، درس دروس میشه، جبل جبال میشه، مکتب مکاتب میشه، مسجد مساجد میشه، ساعه ساعات میشه، طائره طائرات میشه، طالب طلاب میشه، الرجل رجال میشه، نهر انهار میشه. پس بیایید که این تمرین با هم یک جا حل بکنیم. هذا قلم جديد، وقتی که ما ایرا به جمع محول میسازیم میگویم که هذه اقلام جدیدتون،
النجم جميل، النجوم جميلة، ذلك كتاب قديم، تلك كتب قديمة، ذلك البيت جميل، تلك بيوت جميلة، هذا الدرس سهل، هذه الدروس سهلة، ذلك الجبل بعيد، تلك الجبال بعيدة، هذا المكتب مكسور، هذه المكاتب مكسورة، هذا مسجد جميل، هذه المساجد جميلة، هذه ساعة رخيصة، هذه الساعات رخيصة، تلك الطائرة كبيرة، تلك الطائرات كبيرة يا كبيرات، هذا طالب جديد، هؤلاء طلاب جدد، ذلك الرجل عالم كبير، هؤلاء الرجال علماء كبار، هذا النهر كبير، هذه الأنهار كبيرة. با فقره سوم انتقال میکنیم. میگه ضع فی الاماکن الخالیه فی ما یلی اخبارا مناسبه. شما میبینین که کلمه اول مبتدا است و کلمه دوم خبر است. کلمه اول که مبتدا است آورده و کلمه دوم شما که خبر باشه، ای خانه خالی را پر میکنین. پس با هم یک جا حل میکنیم. میگوییم البیت جمیل، النجوم ساطعة، الباب واسع، القلم جديد، البيوت خالية، الأبواب مكسورة، السيارات جديدة، المنديل معطر، الفنادق قديمة، الطلاب موجود، القمصان طويلة. بأي ترتيب فقره چهارم شروع میکنیم. در اینجا میگه هات جمع الكلمات الآتية، مفرد آورده، شما امو مفرد جمع میسازین. باب، بیت، نجم، قلم. سطر اول با هم یک جا حل میکنیم. باب ابواب، بیت بیوت، نجم نجوم، قلم اقلام. باقی مانده شما تکمیل کنین. حمار، سریر، نهر، سیارتون، کلبون، طائرتون، درسون، بحرون، کتابون، قمیص، دراجت، حقل، جبل. ایره لطفا شما مفرد جمع بسازید. و در اخیر کلمات جدیدی که برای اولین بار شما او رو میخوانین، کلمه الشریکه. شریکه عبارت از کاری است یا عملی است که چندین شخص با هم در اوج شرکت میکنه و غالبا اغراضش تجارتی و کار می باشه. و شرکات جمع شرکت است.
مدير الشركة مدير شركات. رخيص يعني أرزان. القميص پیراهن. قمصان جمش. دوستان گرامی، ای بود درسای ابدوم. تا آینده شما را به خدا اند یکتا سپرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.